دوستان عزیزم، امیدوارم که عالی باشید. میخوام تو این ویدیو بهتون نشون بدم که یک روز کاری من چطور میگذره. الان 4 سال از مهاجرتم گذشته و کار جدیدم رو از تقریبا 2 روز پیش شروع کردم. پس امروز میتونم تو این ویدیو بهتون نشون بدم که چند وقت من، روزهای من چطوری میگذره و چطور کار میکنم. پس با من لطفا همراه باشید. راستی میخواستم از شما درخواست کنم تا فراموش نکردم، شما هم فراموش نکردید این ویدیو رو حتما لایکش کنید. دمتون گرم. امروز آخرین روزی خواهد بود که هوا اینجا آفتابیه. منم گفتم از فرصت استفاده کنم یا سوء استفاده کنم، با پای پیاده به سمت محل کار برم. خیلی از من دور نیست، شرکت بکنم با پای پیاده بشه نزدیک 25 28 دقیقه. معمولا روزای تابستونی یا با دوچرخه میرم به سر کار یا با حالا قطار یا پیاده میرم. و اینکه ترجیح میدم ماشین در نیارم، چون شما تصور کن اینجا الان خیابون نزدیک من هستش و من اگر بخوام ماشین بیارم بعد دوباره برگردم غروب دنبال پارک، باید یه چیزی اولش نیم ساعت 40 دقیقه دنبال جای پارک بگردم. پس ترجیح میدم که ماشینی که پارکر رو بذارم سر جاش بمونه. اگه اومدید مهاجرت کردید نفهمیدید که کدوم کشور هستید، میتونید راحت ببینید اینجا این مرسدس، فکر کنم نماد آلمانی تاکسی های مرسدس هستن. تازه جدید هم هستن، این کلاس های جدید هستن و تازه از این اتاق جدیدتر اومده سریسه اینا رو تاکسی کردن. هفته گذشته آسپلونگ هم دیگه تمام شد. مرسی از تمام دوستانی که تبریک فرستاده بودن و اینکه دیگه من از این هفته رسما کارم به عنوان یک فروشنده تمام وقت، یک پروداکت جینیوس در شرکت معظم بی ام و شروع شد. ساعت کاریم خیلی بهتر شده، اصلا نمیدونید چه حالی میده. حتما ویدیو رو تا انتها نگاه بکنید بهتون بگم اصلا بهترین مدل میتونم بگم کار کردنه. 4 سال گذشته واقعا روزای سخت زیاد داشتیم. زمانی که با دوچرخه میرفتم میوه فروشی میکردم، روزنامه پخش میکردم، داشتم دوره آسپیلونگم رو میگذروندم، مجبور بودم که هم آسپیلون بگذرم، هم کار بکنم، هم درس بخونم، هم اینکه بخوام برای شما عزیزانم محتوا تولید بکنم. روزایی میتونم بگم خیلی آسونی نبود، اما خدا رو شکر که حالا گذشت و الان خیلی میتونم پر انرژی تر با وقت بیشتر بتونم به تک تک کارام برسم. اینه قشنگ یه حالت خیلی خوبی پیدا کرده. این درخت رو نگاه کنید بچه ها، اون درخت پر غرور، اون درخت نبود، اون برج بود. هزار ماشاءالله، باریکلا. امیدوارم منم یه روزی پیر شدم اینجوری همینجور بودم براتون. این هم این پارک جذاب هستش، فرقی هم نمی کنی بکنی، همه از اول صبح دارم می دوان. این آقا پسره داشت می افتاد بچه. خونه من این وره راینه، محل کارم اون وره راینه، مرکز شهر تهران. دیدی چجور رانندگی میکنن؟ اینجا هم تصور کنی الان مرکز شهر بچه ها. اینقدر سرگرم ویدیو گرفتم بودم حواسم نبود که داره ساعت 8 میشه، باید این تیکر رو دیگه با قطار برم، اما تا قبل 8 اونجا باشم. روی آلمان خیلی سر وقت بودم مهمه، ولی برای تو واقعا میتونی گرون تمام بشه. اینم نمایندگی اوتوس بی ام وی، اوتوس تیمامنزی که من براش کار میکنم. بریم دیگه سر کار، خدا رو شکر دیر نشد. سر وقت رسیدم. بچا این ایکس های جدید دیدی؟ تستش کنیم با هم. اون برقیه.
جدید دیدم اینجا. امروز تازه رسیدم. به هالی دیویدسونه، خوراک بچه های موتوربازه. اگه همچه موتور میترسیدم بچه اونجا هم که نگاه میکنیم اونجا بهشونه شده. خب اونجا تمام ماشینه که 0 کیلومتر جدید میرسن اول میرن اونجا آنباکسینگش. اگر دوست دارید ببینید حتما بزنید رو این بنری که بالا میاد. خب این وقت که میبینید سری یک کاره همه رو چیدن. این قسمتی که من الان اومدم بالا اینجا ماشین کار کرده هستم، پایین ماشین های 0 کیلومتر هستم. توی نمایش بریم ما ماشین که تازه میرسن این همینجور ردیف میشن. این ور سری 3 هستن، اونجا سری 5 هستن، اینجا یکا، اون ور ماشین های کابریو و ماشین های سری ایکس هم که همه اون ته هستن. BMW محبوب شما چیه؟ یا اصلا BMW باز هستید یا نه؟ این هم یه نما از بالای نمایشگاه ما. ببینید اون پایین هم ماشین های کابریو 0 کیلومتر هستن. این Z4 جدید واقعا خوشگله. این هم سری 8 پشت سرش. ببینید دو طبقه هست اینجا، اونم که جایی که من میشینم. الان ساعت 8:55 هستش، تا ساعت 10 یه جلسه خیلی مهم دارم توی بخش مارکتینگ، باید بریم صحبت بکنیم که ببینیم برای سری 4 کابریو که جدید اومده میخوایم چه برنامه‌ای بریزیم، چه ویدیوهایی میخوایم درست بکنیم، محصول چه جور معرفی کنیم تو بازار. بریم جلسه. خب الان جلسه داریم، اولین کاری که میکنم برای خودم یه قهوه درست میکنم. هنوز صدا روی موتور سرد انگار صدا که برای خودم بردارم یه اسپرسوی بزنم. میزیم این تو بشن ماشه. باز هم زیفه میشه. خب این هم هر جلس همون تموم شد. اوه بتونه بخورید. این تو رو نگاه کن چه وضعیه. خب جلسه تموم شد، یه سویچ برداشتم، میخوام برم با این BMW 330 جذاب برم به سمت یکی از نمایندگی های دیگه BMW. از طرف آتو آستی مامز نیست، اما یکی از نمایندگی های خود BMW است. میرم اونجا چیکار؟ یکی از کارهایی که من تو طول روز انجام میدم به عنوان پرودکت جینیوس اینه که پروبه فارد یا دور امتحانی برای مشتریان بتونم براشون فراهم بکنم. این شرایطو یه سری ماشینا هستن که اونا رو ما جز ماشینای خودمون توی شرکت الان نداریم. به عنوان مثلا اگه کسی سری 3 بخواد، الان من سری 3 رو دارم، میتونم بهش بگم اوکی برای فلان روز بیاد اینجا با این ماشین برید دور بزنید. اما وقتی اون ماشین نداشته باشم میتونم تو سیستم BMW بزنم ببینم اون ماشین به خصوص، مثلا الان اون ماشین رو حتما جلوتر میبینید، اون ماشین به خصوص تو کدوم نمایندگی نزدیک ما هست. و اینکه میرم اونو حالا بوک میکنم برای مشتری، باید پول بابتش پرداخت بشه از طرف شرکت ما، پس الکی نیست برای هر مشتری من بتونم این کار بکنم و حتما باید مشتری پتانسیلش داشته باشه. و الان میرم اون ماشین رو برمیدارم، اینو میذارم، یعنی اینو میذارم اونجا، اونو برمیدارم، دوباره میام شرکت، مشتری میره با ماشین حالا یا برای یه چند ساعت دور میزنه یا برای چند روز، حالا معمولا دیگه یک دو روز بیشتر نمیشه. و بعد اینکه مشتری ها میگه که میخرم یا نمیخرم، امیدواریم که یکم بخره. بچه ها بریم. صداش فرق میکنه، دلیلش چی بود اگر گفتید؟ آها نوشته اینجا، ببینم که حواستون هست یا نه. خب ببینم دوربین دندقب و تکنولوژی چقدر چیز خوبیه. این ماشین میبینید بچه ها، این ماشین پلاگین هیبریده، یعنی با نیروی برق کامل هم میتونه بره. و نگاه کنید اونجا رو توی پشامپرش خورده، 29 کیلومتر میتونه با یک بار شارژ بره. اینجا رو نگاه کنید ببینید چی شده، ماشین ترکونده. بانیر نگاه زایته بای من. اینجا رو که میبینید اینا ماشینای خودمون هستن، ماشینایی که ما میتونیم استفاده بکنیم. و اینجا هم که پارکینگمونه. این هم نمایندگی بسیار زیبای آتو آستی مامنز توی شهر دوسلوف هستش. یکی از چیزایی که خیلی مهمه توی کار ما، همونطوری که اول ویدیو هم گفتم، یکی این که شما زمان بندی و برنامه ریزی براتون خیلی مهمه که وقتی بتونید کاراتون رو خوب مدیریت بکنید. توی کارتون باید خیلی جدی باشید بچه، واقعا باید جدی باشید. خب پارک اوتوماتیک هم چیز خوبیه، راحت برای خودتون شما میشینید.
این یکی نمایندگی، الان میریم ما دیگه ماشینو برمی‌داریم. خاطرم از زمانی که توی این نمایندگی خودمون آوسبیلونگم رو شروع کردم، اولش که دوره آموزشی من بود، روزهای اول فقط با بنزین زدن شروع کردم. میرفتم ماشینایی که دور نمایشگاه هستن اونا رو میشستمشون و آوسبیلونگ 8 ساعت در روز بود و کار واقعا کار سختی بود. شما فکر کن روزهای اول داری زبان یاد میگیری، با همکارا خیلی خوب نمیتونی ارتباط برقرار بکنی و کارهای سختی هم بهت میدن، فعالیتایی که شاید خیلی دوستشون نداشته باشی انجام بدی. من اون زمانش هم سعی میکردم تا اونجا که میتونم مثبت بمونم و از همون کارهایی هم که داشتم میکردم لذت ببرم. و فکر کنید برای یک کسی مثل من به عنوان یک خارجی توی محیط واقعا باید میجنگیدم تا خیلی چیزا رو بتونم به دست بیارم. اینو دوست داشتم بهتون بگم که بدونید که دوره آوسبیلونگ یا دوره آموزشی یا اوایل اصلا مهاجرتتون مطمئنا روزهای خیلی سختی خواهید داشت. یواش یواش این میره جلوتر، بهتر و بهتر میشه. بریم دیگه، بریم اون یکی ماشینه رو برداریم. ماشین جالبیه، حتما خوشتون میاد. ببینید ما ماشینو پارک کردیم و من نمیدونم این چرا انقدر همه جا جای پارک تنگ اینجا توی آلمان. از این نشکشاست که شما میدونم بهتون میاد. اوه اوه اونو یکیو اون چیه و این نارنجیه. این ماشینه رو من یه تقریبا نزدیک 3 روزی هم دستم بود باش، کلی ویدیو اینم گرفتم، توش سفیده بشناسمش. اینم البته اینم پلاگین هیبریده. میبینید این جلو اینا دو تا جای باک دارن، یه دونه اینجا میشه برای برقشه، یه دونه هم اونور. کلا بی ام با ها همشون محل سوختگیریشون این سمت شاگرده. این ماشین دراویت گاو هست رنگش، ببینید چه رنگ باحالی داره، خاکستری دراویت بهش میگن. این یکی امیتر رو ویدیوشو دیدید یا هنوز ندیدید؟ اینو میخوام برم، هنوز آمادهش نکردم، نمیدونم حالا اول اینو براتون بذارم یا این ویلاگو براتون بذارم. بعد این رولز رویس هم داره، این بی ام باهاشه. اینجا که میبینید این سری شعار جدیده مینیه و این هم رولز رویسه بچه ها، کولینان. این هم رولز رویس ها رو من خیلی خوب نمیشناسم، فقط این یکی رو نگاه کنید، کابریو هم هستش. وای من رولز رویس همینجا خودش خفنه، کابریوش هم باشه دیگه، تصور کنید چی میشه. این هم کولینان شاسی بلنده، رینگاش 22 اینچه، یه رگاله توش بندازیم. به 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 که بشه بچه، یه دونه با از این رولز رویس هم یه دونه براتون انباکسینگ انجام بدم، یه دونه ویدیو بگیرم براتون. الو من نمیز رفی فون اوتو از تیمو منز پول فاتسوی بشه شه اپول اپول کرم X6 M50E الیس لام باید منتظر بمونیم تا این بنده خود همکار بیادش که ازش ماشین رو تحویل بگیره. اونم پرده چی نیست نیادش میشنسه میشه. الو دست آخ فول گتانک نا؟ یا گوت دسویگن بی گزاگ فول گتانک بیتو بیده زرک. اها کلومیتر شانس هبیش آف گشریم. زیر شو به به عجب ماشینیه. آخ 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 بریم بهتون نشون بدم، فقط ببینید خودتون ببینید چیه. آی 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 من عاشق این ماشینه هم که توشون رنگی هم خیلی باحال میشه به نظرم. خب بدونی که من بهتون بگم خودتون حد بزنی که این ماشین اسمش چیه. فقط یه نگاه به این داشبورد خوشگل کربونش بندازید یا این صندلی های خفن قرمزش. بگید دیگه خودتون بگید، جلو نزنید، چیت نزنید، همین الان بنویسید. خب این ماشینه X6 بفر، رینگای مشکی رو نگاه کنید، توی رنگ تانزانیت بلو هستش. X6 M50 ایه. آخ چقدر خوشگله بچه، یه تستش هم بکنیم با هم دیگه، نگاه هم به اینتریورش از اینجا بندازیم. اه در ماشین قفل شد و این چراغای لیزرش رو ببینید تو رو خدا. این جلو پنجرهش هم از اوناست که روشن میشه. این برداشتن چمن زده بودن، کل ماشین پر چمن شده. نگاه کن تو رو خدا رنگ صندلیا رو، به 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 به. بریم بریم دیگه، با بریم سریع سمت نمایشگاه چون مشتری منتظره. برو بریم. 30 grad tag im Sektor, es gibt ja Leute die aber sie derage 25 derage آقا جمع میدی چرا رادیو چرت گفت جواز کنین. حالا رسیدم به نمایندگی، المشتریم تقریبا تا نیم ساعت دیگه میادش، برم ماشین رو تحویلش بدم. به دلیل قوانین داتن شوت نمیتونم مشتری رو نشون بدم، نه خیلی میتونم از این داستان قرارداد اینجور چیزا بهتون نشون بدم، متاسفانه به خاطر حفاظت از اطلاعات. بریم سری ماشین رو بدیم ایشون بره باش دور بزن و
بعد از که کارم با مشتری تمام بشه نیم ساعت با یکی از همکارام جلسه دارم تا 12:30 و 12:30 هم که وقت ناهار هم هست که البته دیگه من چون نیمه وقت شدم دیگه الان میرم به سمت خونه. که یه چیزی که در کار من خیلی مهمه فیوغاشاین من هستش، گواهینامه آلمانی. میدونستید اگه این گواهینامه رو من از دستش بدم یا ازم مثلا به دلیل مسی هر چیزی بگیرنش، من کارم رو از دست میدم. برای یه کسی که برژنده خود رو ازش، این گواهینامه مثل جونش میمونه. نگاه کنید اینم بج ام خورده، این کیفو شرکت بی ام بهم داده. ساعت 12:30 هستش، مشتریم که اومد ماشین رفت تست کرد و هماشینم که راضی بود. و اینکه دوستان عزیز، اینم کار امروز من بود دیگه. تا ساعت تقریبا 12:30 طول کشید، قاعدتا باید تا 12 کار بکنم. و اینکه های گوسیش یا باید یس یوتیوب زنه هیا دیوائن هلو سویت سوپر آقا بس دیگه کن کلمات نیست از زیاد سوپر نه کلار اما دوزیز گود آس دوزیز دوش خیلیه زیشه این بنده خدا براتون کوتاه بگم که کی بودش. یه راننده تاکسی یک بی ام و داره. من یه بار از فرانکفورت که برمیگشتم با این بنده خدا، یه بار که از فرانکفورت برمیگشتم با این بنده خدا اومدم. خیلی آدم جالبی به 4 تا زبون دنیا صحبت میکنه، اصلیتش لهستانی. از کار امروز من بود. میبینید که از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 باید من کار بکنم. کارم خیلی سخته، خودم قبول دارم. و هوسپیلونگی گذروندم به عنوان اتوبیل کافمن بود. کار من همون دوره که بهتون گفتم که حالا در موردش بیشتر توضیح دادم، میتونید توی ویدیو نگاه بکنید درباره دوره اوسپیلونگ اتوبیل کافمن. خود دوره آموزش خیلی سخت بود و به قول یکی از دوستان قشنگ میگه توی آلمان شما توی دوره‌هایی مثل اوسپیلونگ موقع درس خوندن سختی‌های زیادی میکشید، اما دیگه بعدش ولتون میکنن، بعدش دیگه راحت‌تر میشید. اون تلاش اولیه‌اش خیلی مهمه که خیلی باید برایش سخت بجنگید. 2-3 سال میتونم بگم اون 2-3 سال اول مهاجرت همیشه سخت‌ترین تایم میشه، اما بعد از یه مدت دیگه خیلی بهتر میشه. من خودم الان دارم متوجه میشم که هر سالی که از مهاجرت من میگذره، چه از نظر زبان، چه از نظر موقعیت‌های کاری، چه ادغام شدن تو جامعه، چقدر راحت‌تر و بهتر شده. پس به شما میگم که بچه‌ها مطمئنم وقتی اگه بخواید حالا مهاجرت بکنید یا الان تازه مهاجرت کردید، روزهای اول میدونم خیلی داره بهتون سخت میگذره، اما خیلی بعدش بهتر میشه. آه خیلی اینجوری بهتر شد، شبیه بچه‌های جنوب و بچه‌های آبادان. البته ریبن نیستین، یه مارک ورزشی هستش. انقدر دیگه آفتاب زیاد بودش تا چشامو اینجوری میکرد. خودم داشتم یه لحظه ویدیو رو نگاه میکردم موندم. دوباره همون مسیر توی پارک رو داریم برمیگردیم. ای وای بچه‌ها نگاه، ای وای مبارکشون باشه. عروسی آلمانی خیلی باحاله. خب یه دونه عروسی دیگه این ور هستش. چه خبره؟ تابستون شده و الان هم اوضاع احوال خوبه و آلمانی همینجور زدن بیرون دارن ازدواج میکنن. 27 درجه هوای عالی تابستانی توی کشور آلمان. امیدوارم که این ولاگ رو دوست داشتید و خیلی مثل همیشه ممنون میشم که حتما با دکمه لایکتون از من و محتوا حمایت بکنید. تا ویدیوی بعدی بدرود. Service mal please digital im Fahrzeug, Bedienungsanleitung zum Handschuhfach, Verbandskasten.